مولانا يا المهدي اسمح حسين اول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. خیلی خوشحالیم که با یک سری جدید از سلسله مباحث مهدویت با عنوان نوید امید در محضر شما عزیزان هستیم. در این برنامه ها انشاءالله سعی خواهد شد به اتفاق دوست و همکار عزیزم جناب آقای دستان و همچنین جناب آقای استاد محمد انصاری، یکی از اساتید حوزه علمی قم و همچنین دارای تألیفات بسیاری در زمینه مهدویت و قدیمی باشند، خواهیم بود. جناب انصاری سلام عرض میکنم محضر شما، تقاضا میکنم باب گفتگو رو با بینندگان عزیز باز فرمایید و انشالله با سوالاتی در خدمت شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و حق محمد و آل محمد. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای غلامی، همچنین برادر عزیزم جناب آقای دستان و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در خدمتتون هستم. زنده باشین. ما در برنامه قبل که انشاءالله بینندگان عزیزم بیننده برنامه ما بوده باشند، در این برنامه نوید امید قصد داریم که به یک سری دیگه از مباحث مهدویت، اون هم مباحث جدید یا ناگفته هایی که هنوز گفته نشده یا به طور کمرنگ و غیر ملموس در زندگی ما بوده بپردازیم. یکی از مباحثی که در جلسه قبل به نظر میرسه که ناگفته مون بعضی از مباحثش، بحث پیشگویی های غیر از ادیان بود. حالا ما اینو میخواییم بازتر کنید و مبسوطتر بفرمایید، از زمان حضرت آدم تا الان و یا انشاءالله تا بعدن، ولی ما دوست داریم که انشاءالله هرچی سریعتر ظهور آقا نزدیک باشن، چه پیشگویی هایی در ادیان مختلف، در به اصطلاح غیر ادیان، حتی کاهنانی که وجود داشتن رو اگر هست بیان بفرمایید. فقط تقاضا میکنم که حتما با ذکر آمار باشه که خیلی دقیق تر باشه. بله چشم. طبق وعده ای هم که کردیم از جلسه گذشته در مورد حضرت بقیت الله، یا به عبارتی بگیم در مورد مهدی موعود منجی بشریت، پیشگویی های از ادیان آسمانی، صحف و کتب آسمانی، ادیان غیر آسمانی، حتی ادیان کفر، اشاره فرمودید کاهنان، پیشگویان، تا میرسه به اسلام، قرآن و 14 معصوم ما، تا میرسه به اصحاب، اصحاب اهل بیت، حتی دشمنان پیشگویی هایی داشتن و تا بعد از اونها پیشگویی های شبیه نوستراداموس معروف که پیشگوی فرانسوی که همه شنیدن اسمش رو. یک فهرستواره و خلاصه ما عرض میکنیم از این پیشگویی ها، هرچند بدون اغراق بخوایم تمام این پیشگویی ها رو باز بکنیم، بدون اغراق میخوام بگم جلسات متمادی رو میپذیره که بخوایم همه اینا رو بیان کنیم. اینقدر پیشگویی ها در مورد مهدی موعود گسترده است، حتی با زبان ها بنده جمع‌آوری کردم، با همون زبان های اصلیش هم جمع‌آوری کردم، زبان های عبری، زبان هایی که در کتب هست با ترجمهش، اینا همه هست، آمار آیات، آمار چیز. سعی میکنیم بیشتر حالا اشاره ای و آماری پیش بریم، بلکه تو این یک جلسه بتونیم همه رو بیان کنیم. من در خدمتتون هستم اگر سوالی بخواید شروع. در همین زمین اگر محبت بفرمایید ادامه بدید. برادر عزیزمون جناب آقای غلامی، جناب آقای دستان و همه بینندگان، پیشگویی ها در مورد مهدی موعود رو بنده به دو قسمت تقسیم میکنم: پیشگویی ها پیش از اسلام، پیشگویی ها پس از اسلام. بله. یعنی در اسلام بگیم، حالا پس از اسلام هم بگیم. نه،
چون پس رو جایی میگن که یه اتفاقی افتاده میگن پس از اون، اسلام که ادامه داره تا قیامت. پیشگویی ها در اسلام از زمان حضرت آدم شروع میکنیم. صحیفه حضرت آدم نام مهدی موعود آمده. من یه توضیح عرض کنم خدمت بینندگان، برای انبیا یه سری کتب داریم مثل زبور حضرت داوود علیهم السلام، تورات حضرت موسی، انجیل حضرت، انجیل اربعه که معروف، البته یک انجیل الان شده 4 تا و بیشتر از 4 تا. یه سری هم صحف داریم که در قرآن هم داریم، صحف ابراهیم، که اینا به عنوان صحیفه هاست. حالا دقیقاً چی بودن اینها؟ لوح‌هایی بودن، ورق‌هایی بودن. اینا حالا به طور خیلی نامرئی در روایات ما آمده که منظور چی بوده. اجمالاً حالا یه سری کتب آسمانی داریم، یه سری صحف داریم. بله. صحیفه حضرت آدم علیه السلام. یه مقدمه دیگه عرض کنم، من عذر می‌خوام. تقاضا می‌کنم. اینا رو هم که داریم عرض می‌کنیم، اعتقاد ما بر اینه ارتباط ما با ماوراء و خداوند فقط قرآن و کلام 14 معصومه. احسن. یعنی اون چه در زمان حاضر برای ما حجت است، قرآن، کلام 14 معصوم ولا غیر. اگر ما داریم از کتب انبیاء گذشته میگیم، یا بشاراتی است که از روایات استفاده شده، مثلا روایت داریم در صحیفه حضرت آدم این گونه آمده بود، صحیح، اگر اونجور نیست از انجیل امروزی داریم میخونیم، صرفاً برای، میگن در وادی طلبگی میگن دلیل اقناعی، یعنی برای اینکه به مسیحیت بگیم ببینید مهدی ما تو انجیل شما هم آمده، فقط اینه. در جلسه قبل فرمودید با اینکه این انجیل تحریف شده، اما در ضمن تحریف شدنش هنوز هم داخلش اعلان ظهور آقا اومده، همین مهدی ما هم اومده. خیلی جالبه. احسن. با همون خصوصیات چهره. اینو عرض کردم من که خانواده نشی بینندگان فکر نکنم ما داریم حجت میاریم از انجیل. نه، انجیل الان برای ما حجت نیست اصلا، تورات اصلا حجت نیست الان برای ما. فقط چه بسا جام استاد داره. چون این شبکه جهانی هست و خیلی از بینندگان عزیز ما هم ممکنه شیعه نباشن، اما فارسی زبان باشن و ما هم به اونها هم سلام عرض میکنیم. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه نوید امید هستن. میتونه اینها هم یک محرکی بر این عزیزان باشه که انشاءالله به این مطلب بیشتر روی بیارن. بله. حالا با این دو مقدمه که فکر می‌کنم لازم بود بیانش، یک صحیفه حضرت آدم علی نبی نا و آله و علیه السلام داریم که وقتی حضرت انوار معصومین رو دید، در ماجرایی که حضرت نگاه کرد به پایه اسامی معصومین رو دید، در اونجا سوالی کرد که اینها، ای پروردگار، اینها کیستن؟ معرفی شدند. سپس آدم نگاه کرد و شبهی را در آخر آنان دید، یک شبه بسیار نورانی را در آخر 14 معصوم دید، که در اونجا میگه سوال کرد حضرت آدم و خداوند بیان فرمود که به این بنده سعادتمندم زنجیرها را از بندگانم باز میکنم و زمین را پر از عدل و داد. یکی از چیزایی که به شما عرض کردم، این عبارت روایات تو کتب آسمانی اومده همینه. بله. زمین را پر از عدل و داد میکنم بعد از آنی که پر از ظلم و جور شده. ظلم و جورا. یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. این مکرر تو روایات ما اومده. این همین تو کتب آسمانی. خیلی عالی. تکرار. من حیفم میاد بحثتون رو قطع بکنم، خیلی شیرینه. بر خود حقیر هم لذت بخشه. تو خب آقای دستان هم بسازشون استفاده کنیم. تشکر از شما آقای انصاری. مطالب خیلی ارزنده‌ای رو بیان فرمودید. همچنین از شما سلامی دارم با تمامی این منتظران یوسف زهرا. تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر سوالی و همچنین دلنوشته‌ای دارید از طریق ایمیل info@imamhussein.tv و سامانه پیام کوتاه 3085-87 برای ایران و 2050-55-10-10-48 برای سراسر دنیا و همچنین شماره ثابت شبکه که 2044-330-80-80-500 که اون رو در زیرنویس برنامه بینندگان عزیز مشاهده میکنن، برای ما سوالاتتون و همچنین دلنوشته ها رو ارسال بکنید. و نکته دیگه که باید عرض کنم خدمت بینندگان عزیزمون این که حتما اسم برنامه نوید امید رو هم در پیام هاشون قید بکنن که با برنامه های دیگه تداخل پیدا نکنه. بله. یک سوالی از بیننده ها هست یا دلنوشته ای؟ دلنوشته ای رو براتون میخوام بخونم.
که دوست عزیزمون یک دو بیتیه نوشتن که چرا دوری ز تو تقدیر ما شد، غم هجران گریبانگیر ما شد، تو غایب نیستی مهجور ماییم، دریغا علتش تقصیر ما شد. احسن، کاش اسم ایشون هم ارسال کرده باشن. اسم این دوست عزیزمون هست آقای علی رستمی که از ایران فرستادن این پیام رو. زنده باشین. اگر سوال خاصی نداره نه سوال خاصی نیست. بله جناب انصاری، ما این آیتممون چون زمانش محدود هست اگر جنبندی دارید بفرمایید و انشالله در جنبندی بعد در خدمت خواهیم بود. دوم صحیفه حضرت ادریس هست که در اونجا در مورد گفتگوی خداوند، در مورد گفتگوی ابلیس با خداوند هست که ابلیس سوالاتی از خداوند اومده کرده. فرمایید در کجا اومده این؟ آدرسش یعنی بلد. آدرسش در بهار الانوار جلد 11 صفحه 151. متشکرم، چون بینندگان عزیز بسیار فرهیخته هستن و دوستانم به اصطلاح با سند و اسنادش باشه، خواهش میکنم. اونجا داره که سوال کرد حضرت، سوال کرد ابلیس از خداوند در مورد حضرت مهدی که چگونه خواهد شد، حالا من که اینقدر میخوام فتنه بریزم تا قیامت همینجور ادامه خواهم داد، که خداوند جوابهایی داده. حیف من نمیتونم موردها رو بخونم، همه اینجا هست. بله، حتی طبق این پیشگویی ها آیم هست، روایت هم هست، آدرس ها فراوانه. بخوام اینا رو همه رو بگیم که عرض کردم برنامه مفصلیه. بله. سوم صحیفه حضرت ابراهیم هست. انشالله زودتر بتونیم این چیزها رو پشت سر هم بگیم، بلکه بتونیم تموم کنیم انشالله. صحیفه حضرت ابراهیم هم در ماجرای مباهله پیامبر با نصارای نجران، شنیدن حتما دیگه، بینندگان اینقدر آشنا هستن به معارف تشیع، اون جریانات پیش اومد و دیگه منصرف شدن از مباهله و گفتن ما با این هیئت و جمعیت، همون پنجتن بودن، مباهله نمی کنیم. بعد اون بزرگشون آورد از صحیفه حضرت ابراهیم که به ودیعه رسیده بود به نصارای نجران، در مورد اهل بیت کلماتی رو خون، در انتهاش در مورد امام زمان اجل الله فرجه. بله، از اونجا خوندن که جالبه، این کلمه من است که به او رحمتم را روی زمین می گسترانم، یعنی مهدی موعود امام زمان. میگه 14 معصوم رو خوندن رسیدن به نام امام زمان. خداوند میفرماید و به او دین و بندگانم را زینت میدهم، وقتی که همه بندگانم مأیوس شدند. دیگه ببینید همه چیزایی است که تو روایات ما اومده. احسن. ای ابراهیم هرگاه محمد را یاد نمودی به او هم، یعنی به مهدی هم همراه محمد صلوات فرست. این دستور خداوند به حضرت ابراهیم در مورد امام زمان عجل الله فرجه. چهارمی مورد تورات حضرت موسی، یه مقداری فکر میکنم طولانی بشه و ما نتونیم ادامه بدیم، بتونیم به همه موارد تورات رو بگیم، چون دو بخش داره، بشارت در خود تورات، بشارت توراتی که در روایات آمده. تشکر میکنم از شما، جدا به خودمون میبالیم که امام زمان متعلق به شیعه و متعلق ما هست. انشاءالله ما هم لیاقتش رو داشته باشیم که حق این سید و مولا رو بتونیم انشاءالله انجام بدیم. آقای دستان شما مطلب خاصی که ندارین؟ آقای غلامی عزیز سوال بسیاره، اما مناسب دیدم که در بخش های بعدی برنامه اون رو انشاءالله حتما در خدمتتون خواهیم بود. از بینندگان عزیز تقاضا میکنم ما رو از نگاه گرم خودتون محروم نفرمایید، یک تنفس میگیریم و دوباره برخواهیم گشت. ابا صالح یا ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس دلم نشسته چو به نظر شما ارتباط خطبه قدیر و ولایت امیرالمومنین علیه السلام با امامت امام زمان و ظهور ایشون چیه؟ عرضم به حضورتون که یک نگاه عمیق و کارشناسی اگر به قصه قدیر بکنیم، می‌بینیم که پیغمبر اکرم اون روز دستور می‌گیرن که مطالبی رو که خداوند بهشون امر کردند رو ابلاغ بکنن. ظاهر امر این استش که پیغمبر یک دلهوره‌ای توی وجودشون هست که خداوند تبارک تعالی بهشون میفرماند که
الیوم اکملت لکم دینکم، امروز روزی هستش که دین شما کامل میشه. نترس، کارت رو انجام بده. بلغ ما انزل الیک. اون چیزی که به شما گفتیم برسون. شما وظیفت اینه که اطاعت امر رو بکنی و امر ما رو به مردم برسونی. متاسفانه بعضی ها اومدن اینجا صحبت های پیغمبر رو تحریف کردن و مسئله ولایت رو به دوستی و محبت تمومش کردن. نه، صحبت دوستی نبود، اصلا عاقلانه نبوده اینکه پیغمبر اون همه آدم رو بخوان جمعشون بکنن، کسایی که جلو رفتن، کسایی که از پس دارن میان، همه رو جمع بکنن و بخوان بهشون بگن که آقا هر کی منو دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه. چنین چیزی عاقلانه نیست. پس پیداست که خداوند با این تحکمی که داره به پیغمبر میکنه میخواد مسئله مهمتری رو بگه و اون مسئله ولایت هست. یه نقلی هست توی خطبه قدیر که پیغمبر در زمینی که خطبه رو دارن میخونن از امام زمان علیه السلام هم نامی میبرن. فرمودن که بدانید که آخرین امامان مهدی قائم علیه السلام از ماست و غالب بر اساس دین است. او انتقام گیرنده از ظالمین هست. در وصف حضرت ولی از ارواحنا فدا آقا رسول الله می فرمان که ایشون غالب بر اساس دین هست، یعنی دین ما رو ایشون معیارش رو چارچوبش رو برای ما مشخص کنه. در قسمتی دیگر از همین خطبه ما میخونیم که معاشر الناس، در آخرای خطبه است که میفرمان معاشر الناس فبای الله و بای اونی و بای او علیان امیر المؤمنین. لفظ امیر المؤمنین به کار برده میشه. والحسن والحسین والعیمه کلمتن باقیه. ای معشر مردم، ای عموم مردم، بیعت بکنید با خداوند، بیعت بکنید با من، بیعت بکنید با امیر المؤمنینتون علی و بیعت بکنید با حسن و حسین و فرزندان حسن و حسین. این برای ما خیلی مهمه که حضرت در روز قدیر تأکید عجیبی بر ولایت امام زمان علیه السلام دارن که سلسله ولایت امیر المؤمنین علیه السلام است. گرفته بوی گل نرگس دلم نشسته چو پروانه، در آرزوی گل نرگس سزد ز قصه بمیرم من، ز درد و غربت و تنهایی همیشه ذکر فرج دارم، ولی چرا تو نمی آیی؟ ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح. شما بیننده برنامه نوید امید هستید از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. در خدمت جناب آقای انصاری بودیم با بحث مهدویت تحت عنوان پیشگویی هایی که در ادیان مختلف هست. رسیدیم به حضرت ابراهیم علیه السلام. ادامه‌اش رو خواهش میکنم بفرمایید. عرض کنم مورد چهارم تورات حضرت موسی است که من فقط دیگه مجبورم برای اینکه برسیم به 14 معصوم اینجوری بخوام با مفصل بگیم بعید میدونم برسیم. سفر تکوین از فصل 16 تورات دیگه بینندگان میتونن خودشون برن اونجا آمده. من عرض کردم عبارات عبریش را هم اینجا دارم یعنی بخوام بخونم و در روایات ما هم آمده که من به آدرسش بسنده میکنم، کتاب الغیبه نعمانی صفحه 240 و خیلی آدرس های دیگه هم هست، بهار جلد 51 صفحه 77 بینندگان اگر بخوان مراجعه کنن. کتاب دانیال نبی که اگر امکانش هست مختصری از اون مطلب رو هم بفرمایید. بعید میدونم برسیم، چون به روایات برسیم بهتره، روایات خودمون. آخه ما به این صورت اگر بخوایم بگیم داخل کتاب اومده و نخونیم اون مطلب رو، شاید بر بینندگان عزیز نامعنوس باشه. حداقل مقداری از اون جمله رو هم بفرمایید. بله. عرض میکنم 13 فقره در کتاب دانیال نبی که قبرش هم در ایران در شهر شوش هست، معروف به شوش دانیال، در اینجا در مورد امام زمان آمده که مردی ملبس دیده شد بر بالای بلندی، هرچند یه مقداری در لفافه است اما دقیقا همون اوصاف امام زمان ما هست. بله. و یکی چیزایی که هم تو پرانتز اینجا عرض کنم، تو
کتب آسمانی در مورد مهدی آمده اشاره به غیبته. تو اکثر موارد اشاره به غیبت امام زمان شده. اینم یکی از اون مواردی که تطبیق داره با مهدی ما، امام زمان ما. ششم زبور حضرت داوود هست که بشارت به امام زمان درش آمده. مرموز ما جز آیه میگیم، جز و آیه و حزب و سوره و اینا، در اونا که آشنا هستن در تورات اونا اسامی دیگه ای داره. بله. در زبور میگن مرموز 37 آیات 9 به بعد، که در اونجا اشاراتی به امیر المؤمنین آمده و فرزندان حضرت، و در آخرش اشاره به امام زمان عجل الله فرجه هست. البته بینندگان عزیز مستحضر هستن که این لفظ امام زمان ما که گفته میشه، امام زمان برای کل جهان هست، منتها ما به خود میبالیم که از تشیع هست و الان ما معتقد هستیم به این مطلب. از این جهت هست که ما امام زمان ما رو در به این عنوان داریم به اصطلاح بیان میکنیم، تقاضا میکنیم. کتاب سفینا یا سفینا نبی، هر دوش رو تلاوت شده، که در مورد یکی از پیامبران آل داوود هست، جناب سفینا، که در بیت المقدس هم مبعوث شدن. در اونجا در فصل اول سیمان سوم، اینا عرض کردم عباراتی است که در این کتب آسمانی هست. من ممنونم که اعلام بفرمایید برای بینندگان عزیز. اینا من اشاره میکنم فقط که حالا کسی اگر خواست مراجعه کنه. یکی از دیگر اسامی و القابی که تو کتب آسمانی اومده صاحبه. صاحب از زمان، لفظ صاحب یعنی از مهدی به نام صاحب یاد شده. اینم خیلی جالبه که در همین کتاب سفینا به نام صاحب هست. کتاب شعیاء نبی، کتابی که مفصل درش آمده، شاید بخوام به صفحات امروزی بگیم 6-7 صفحه در مورد امام زمان درش اومده مفصل. بند. که در مورد غیبت حضرت، علائم ظهور، زمان ظهور، در مورد لقب صاحب مفصل اینها آمده. کتاب زکریای نبی که دیگه میشناسن همه بینندگان، داستان زکریا و حضرت مریم. کتاب حورل نبی، کتاب بله. زکیال نبی، کتاب میلکس یا میلکس، حالا هر دوش هست، نبی. کتاب عزیر نبی که نامش آمده، بله، در قرآن داستان داری. مشهور. که کتاب ملاخی نبی، کتاب آموس نبی. ببینید بینندگان، عرض کردم تک تک عبارات رو من دارم اینجا، دقیق همون اوصاف، اشاره به غیبت، اشاره به زمان ظهور، اتفاقاتی که در زمان ظهور امام زمان میفته، همه آمده. کتاب یوئیل نبی. چون استاد شاید گاهی اوقات برای بینندگان عزیز این سوال مطرح بشه که ما چرا فقط بسنده به اسماء انبیا و کتاب ها میکنیم. بینندگان حتما مستحضر هستن که اگر بخوایم برای هر کدوم از این کتاب و تطبیقش با امام زمان مطالبی رو عرض کنیم که زمان برنامه خیلی باید گسترده در رزین باشه. منتها نکته‌ای که هست این هست که گاهی اوقات ممکنه فارسی زبان بیننده ما باشه که یک مقدار نامانوس باشه به امام زمان. اینها دلایلی هست برای اینکه حجت بر اون شخص هم تمام بشه. بله. انشاءالله تقاضا میکنم. از حضرت خضر مفصل هست درباره امام زمان، چون میدونید در روایت داریم در دوران غیبت یکی از موردهای انس امام زمان جناب خضر نبی هست، یعنی در طول غیبت، چون میدونید حضرت خضر جاودانه است، آب حیات خورده و زنده است. ماجراهای مفصلی هم داره با امیرالمومنین، با ائمه، و انیس امام زمان در زمان غیبت هم حضرت خضر هست. حالا از حضرت خضر هم داریم در مورد امام زمان تا میرسه به اناجیل اربعه، چون 4 انجیل مشهور هست الان در جهان. من فقط بگم انجیل متا باب 24 آیه 25 تا 33. بله. انجیل مرقس باب 13 آیه 21 تا 37. انجیل لوقا باب 21 آیه 5 تا 11. و انجیل یوحنا، بله، باب 14 آیه 15 تا 17. تشکر میکنم از شما. اگر اجازه بدید، ما پیش از اسلام بود، یعنی انبیا و کتب آسمانی که البته چند موردی وقت تمام شد. بله متاسفانه همین رو می‌خواستم. بس خیلی شیرینه است. بر خود حقیر لذت بخش، منتها از آقای دستان هم بخوام بگم که سوالاتی که هست، بله، در خدمت هستم. دل نوشته سوالی که هست حالا به ذهن خود بنده هم اومد، این سوال که هم در این کتاب‌های آسمانی و کتب انبیا که فرمودید،
در کنار نام پیامبر اسم امام زمان هم اومده. علت اینکه با همین نام ها اومده چیه؟ بله، ارتباطش این است که من اگه سوال شما رو درست متوجه شده باشم که میخواید بفرمایید چرا این همه اصرار به نام امام زمان هست. واضح ترین چون انبیا بعد انبیا بعدشون رو بگن، یه احتیاجی نیست وصی انبیا دیگه رو بگن. بله درسته، این به ذهن میرسه. واضح ترین دلیل این هست که همون طوری که ما قدیر رو ثمره رسالت نه پیامبر خودمون، ثمره رسالت همه انبیا میدونیم، یعنی تمام انبیا زحماتشون چکیده و نتیجه شد قدیر، گل تبلورش قدیر. احسنت. استنباط بعدی این میشه. بله. که یعنی گل تبلور ولایت هم انشالله ظهور آقا کنم. تمام قدیر و ولایت هم خلاصه میشه در مهدی موعود، بلکه من میخوام قدم رو فراتر بذارم، تمام آفرینش ختم میشه به مهدی موعود. مگر نه اینکه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من نیافریدم، خداوند میفرماید جن و انس رو مگر برای اینکه عبادت منو بکنن، بندگی منو بکنن. یعنی کمال بشری اون هست. حالا نبینیم تمدن و پیشرفت امروز، اون کمال بشر اوج در بندگی، اوج در بندگی خداونده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب کی این تحقق پیدا کرده؟ به طور کامل کره زمین رو ببینید، یعنی تمام کره زمین، حتی میتونیم ادعا کنیم 1% بندگان خدا بودن. 1% میتونیم ادعا کنیم، الان که دیگه فکر نمی کنم به کمتر از 1% هم برسه که بندگان خدا باشن. خب کی این هدف خلقت میخواد متحقق بشه غیر از اینه که زمان مهدی موعود؟ پس امام زمان هدف خلقت اصلا. خب جا نداره که تمام انبیا بهش بشارت بدن، جا نداره تمام کتب آسمانی بهش بشارت اصلا بدن، چون هدف خلقت هستن. یعنی اون چه خدا میخواد زمان امام زمان تحقق پیدا میکنه. بشارت با ظهور آقا این بندگی ما هم محقق خواهد شد به نوعی. در خدمت از پای دستان. فقط گفتی به ما پرواز پرواز، در زندان غیبت کی شود باز؟ بدون تو چگونه پرگشاییم، برای هر عمل هستی سراغاز. اهل این دوست عزیزم از کانادا فرستادن این پیام را، آقای مهدی الفت اسمشون هم همنام امام زمان است. انشاءالله در پناه آقا بهشون هم سلام میکنیم ما. بله، در پناه آقا امام زمان زندگی خوبی داشته باشن. زنده باشون. اگر جنبندی دارید چون وقتمون کم هست در این آیتیم. نه، فقط در خاتمه ادیان و کتب آسمانی آخریش هم وحی کودک است. کودک یک فرزند بوده در بنی اسرائیل، بعد از دعاهای بسیار پدر و مادر صالحشون به دنیا میاد. داستان مفصلی داره و از مسلمات تاریخه. به دنیا آمده و این فرزند عجیبی بوده، نامش رو گذاشتن کودک. یا شاید در ادبیات پارسیان اسمش کودکه. بله، نامش کودک است و بر او وحی‌های نازل میشد یا القاعاتی میشد، الهاماتی میشد. میتونید خیلی کوتاه داستان رو هم بگید؟ شاید بر بیننده داستانش همین است که عرض کردم، یعنی اجمال داستان همین است که بله. در بنی اسرائیل شخصی بود به نام پنجاس، صالح و مستجاب الدعوه بود، دعا میکرد، فرزند خدا نداشت، خداوند فرزندی داد. زمان تولد شروع کرد مطالبی رو گفتن، انقدر عجیب بود پدرش بر او ترسید، نهیب زد ساکت باش و او ساکت موند، دیگه هیچی نگفت تا 12 سالگی که دو مرتبه یه سری چیزایی رو بیان کرد و خودش هم از دنیا رفت. در کلمات بهش اسم این پیشگویی ها و کلمات این فرزند پاک نهاد رو گذاشتن وحی کودک، الهاماتی است که خداوندی هم هست. 10 فقره در این وحی کودک در مورد امام زمان و بقیت الله بشارت آمده و همه در مورد امام زمان هست. اون چه تتمه این بحث خواستم بگم که دیگه ادیان و مذاهب پیش از اسلام تموم شده باشه، البته ادیان آسمانی تموم شده باشه و انشالله که حالا انشالله در آتی بعدی به زمان رسالت رسول اکرم و ادامهش خواهیم برسید. سؤالی ساده دارم از حضرتت، من آیا زنده ام وقت ظهورت؟ اگر که آمدی که من نبودم، اسیر سال و ماه و هفته بودم، دعایم کن دوباره جان بگیرم، بیایم در رکاب تو بمیرم. یک فرصت رو میگیریم، باز انشاءالله به شروع شما برخواهیم. امام صادق علیه السلام میفرماید سرور ما پس از ظهور
از کنار خانه خدا بر دیوار کعبه تکیه میزند و میفرماید ای گروه مردمان، هر که بخواهد آدم و شیس را بنگرد، پس من همان آدم و شیسم. هر کس بخواهد نوح و فرزندش سام را ببیند، من همان نوح و سام هستم. ای مردم، هر که بخواهد ابراهیم و اسماعیل را نظاره کند، من همان ابراهیم و اسماعیلم. هر که خواهان ملاقات موسی و یوشع است، من همان موسی و یوشعم. هر که در تکاپوی دیدار عیسی و شمعون است، عیسی و شمعون منم. هر که بخواهد محمد و امیرالمؤمنین را ببیند، من همان محمد و امیرالمؤمنینم که درود خداوند بر آنها باد. هر کس طالب دیدار حسن و حسین است، من حسن و حسینم. هر که بخواهد امامان معصوم از فرزندان حسین را ملاقات نماید، من همان پیشوایان از فرزندان حسینم. پس دعوت مرا اجابت کنید تا از آنچه پیامبران و امامان به شما فرموده اند و از آنچه نفرموده اند شما را آگاه نمایم. بدین سان تمام فضایل و مکارم پیامبران و امامان در وجود مطهر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تجلی یافته و آن حضرت میراثدار تمام انبیا و اوصیا گشته است. شما بیننده برنامه نوید امید از سلسله مباحث مهدویت هستید. در خدمت جناب استاد آقای محمد انصاری هستیم. جناب انصاری، بحث رسید به پیشگویی ها و مطالبی که ادیان مختلف داشتند و رسیدیم تا زمان رسالت رسول خدا. محبت کنید از این زمان هم تا انشاءالله زمان فعلی که هرچه سریعتر این زمان هم خدا ما باقی ماندهش رو ببخشه و ظهور حضرت انشاءالله نزدیک بشه. عرض کنم با اجازه شما من یک تقاضا میکنم پرانتز اینجا باز کنم که ادیان و غیر الهی، ادیانی مثل کفره هند و کتاب کتبی که مال ادیان غیر الهی هست، مثل کتاب دادیک، کتاب جوک، کتاب شاکمونی، که اینا کتب بسیار مفصلی معتبر اما غیر ادیان الهی، ولی خودشون هم حتی ادعا ندارن که ما مثلا وحی نازل شده، یا مثلا کتاب بودایان و اینا هست بیشتر، ادیان هندی یا کتاب زند که از کتب مشهور پارسی قدیمه. بله. کتاب جاماسب یا جاماسب نامه که اینا هم اشاره مشهوره. به زمان ظهور و علائم ظهور. بله. و منجی اشاره به مهدی، منجی و علائم عرض کردم مقدمتاً به تمام اینها اشاره. نکته جالبی هست که مبسوط تمام اینها نوک پیکان برمیگرده به حضرت صاحب الامر. این خیلی جالب و هست. کتب و اشخاص خارج از دین مثل سطیح کاهن یا سطیح که یکی از کاهنان پیش از اسلامه، کتابی مخفی در کعبه، لوح مسجد ایاصوفی ترکیه، یزدجرد شاهنشاه ایران، همه اینا نام مهدی را آوردن. و جالبه یزدجرد شاهنشاه ایران وقتی شکست خورد از سپاه اسلام، رو کرد در اون ایوان ایستاد و گفت من میرم اینجا، الان از پیش تو میرم ای کاخ، ولی از نوادگان من خواهد آمد شخصی که چون حضرت شهربانو دخترش بود، بیبی شهربانو مادر امام سجاد، طبعا امام زمان به نوعی از نوادگان محسوب میشه. حالا اگر به نوعی که بپذیریم حضرت دختر یزگرد باشه، چون بعضی از تواریخ هم شهربانو، حضرت شهربانو رو دختر یزگرد نمیدونن، دختر برادرش میدونن. آره، حال به اختلاف، ولی خب معتبر تقریبا هست که بله، چون بینندگان بسیار فرهیخته داریم به ما اشکال نکنن. و اما بیایم در اسلام که بحث اصلی ماست. یکی از شروع میکنیم یکی یک از قرآن، حالا بخوایم بگیم خداوند که خب گفتیم وحی‌های قبل از اسلام رو، اما قرآن هست. من فقط عذرخواهی میکنم از محضرتون، چون ما بعد در این آیتین تمام این زمان رسالت رو ببندیم، چون مباحث خیلی زیاد هست در این شبهای عزیز، شبهای میلاد. تقاضا میکنم محبت رو در این زمان محدود خیلی خلاصه وار بفرمایید. مجبورم آماری فقط بگیم. تشکر میکنم. حتی نکته جالبی هم بود اشاره بفرمایید. اما از حیث اینکه از زمان استفاده بهتر ببرید. اما در قرآن
خیلی آیات تفسیر شده به امام زمان، اما اونها مثلا ظاهر آیه شاید بر نیاد امام زمان، در روایات ما تفسیر شده به امام زمان، درست؟ اینجا آیاتی رو بنده جمع کردم که ظاهر آیه اشاره داره، اشاره عرض کردم بهتون مثلا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب این ظاهر آیه میگه زمانی منجی خواهد اومد، یه زمانی خواهد اومد بندگان صالح من روی زمین آیه داره داد میزنه به قول ما. یا مثلا و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، برای به تمام آن که در آسمان و زمین هستند اسلام و به دین خدا گرویده میشوند. خب کی شده همچین چیزی؟ طوعا و کرها، چه بخوان چه نخوان. یا آیات دیگه بنده اینجا حدود بله به خدمت شما 29 آیه رو جمع‌آوری کردم با حدیث تفسیری ذیل اون آیه، بله، که ظاهر آیه مشخصا اشاره داره به امام زمان. آدرس آیات سوره صف آیه 8 و 9، نه آماری میگم، سوره زمر آیه 69، سوره قاف آیه 41 و 42، سوره حدید آیه 17، سوره فتح آیه 28 و الی ماشاءالله. یک آیهش کافیه، ولی حالا بله اینقدر 29 آیه از جهت اهمیت به حد اقل آیه میرسونه که زمان وضع این گونه نخواهد موند و زمانی خواهد اومد که خداوند سفیری میفرستد که زمین رو پر از عدل و داد میکنه ان شاء الله. و یکی هم احادیث قدسی هست، میدونید کلام خدا در دست ما دو نوعه، یکی آیات قرآن، یکی بله. احادیث قدسی. در احادیث قدسی هم آمده که من فقط بگم منتخب الاثر صفحه 108 حدیث 12 کمال الدین صدوق جلد 1 صفحه 254 بینندگان مراجعه کنند. با اجازه شما جناب آقای غلامی و برادر عزیزمون جناب آقای دستان بریم سراغ معصومین. دیگه توی این فرصت کم من آمارهایی رو بگم و دیگه این بحث رو بس شیرین آمش. زمان خیلی کم داره محبت کنیم با سرعت عرض میکنم. پیامبر هست یک احادیث ائمه 12 ما داریم که پیامبر فرمودن الائمه من بعدی 12، پس از من 12 امام خواهد بود. طبعا خودش یه پیشگویی از امام زمانه، به نوعی یه پیشگویی از امام زمان محسوب میشه، بله، که از متواترات هست. مضامین این روایت 270 حدیث، شاید تعجب کنید، به مضامین مختلف در این باره وارد شده از شیعه و اهل سنت که فرمود پیامبر امامان پس از من 12 تا هستن. اینا فقط در قالب احادیث ائمه 12 بود، بله، و اگر بخوایم اخبار از خود امام زمان رو بگیم بیش از این هاست، یعنی پیامبر خودشون اخبار فرمودن از امام زمان. من استنباط میکنم این بحث ابتر خواهد موند، بله. اجازه بدید که در یک برنامه دیگه پس اون مفصل، بله، چون به نوعی هم الان خواهیم آقای دستان خدمتشون برسیم از سوالات بینندگان از استفاده کنیم، انشاءالله به شما برخواهیم گشت اگر باشه، اگر نشد که حتما شما قول خواهیم گرفت در ادامه برنامه استفاده خواهیم کرد. آقای دستان، بله، جناب آقای انصاری با توجه به بحثی که فرمودید و مورد اهل بیت، سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن اینه که علت اصرار، این همه اصرار اهل بیت چی در مورد حضرت مهدی؟ چون میدونید در باره حالا که بخواید بحث رو هم جمع کنید، بله، عرض کنم اضافه بر اون جوابی که در قسمت قبل گفتیم که علت اصرار این است که حضرت مهدی هدف خلقته، دیگه اونو تکرار نکنیم، یکیش اونه، یکیش هم بلای عظیم و فتنه های فراگیری است که در مورد مسئله مهدویت خواهد بود. بله. شما ببینید زمان غیبت چقدر فتنه درش اتفاق افتاد، مهدویت های دروغین چقدر اتفاق افتاد، انواع فتنه های دیگه، انواع معاصی، حالا دیگه تکنولوژی پیشرفتم که آمده دیگه معاصی داره سر به فلک میکشه. یعنی من استنباطم این است که میفهمید یک نوع امتحان الهی هست این قضیه، امتحان بزرگ الهی، یعنی مسئله مهدویت، زمان غیبت حضرت مهدی انقدر اهمیتش بالاست و خطر و فتنه بالاست، برای این بوده که امامان ما هی تاکید داشتن، حتی روایات بسیاری داریم در مورد زمان غیبت، هی هشدار دادن امامان ما مراقب باشید. حتما شنیدید آخر از زمان شب
با ایمان میخوابه فرد، صبح بی ایمان برمیخیزه، روز با ایمان از خانه خارج میشه، شب بی ایمان برمیگرده. اینا هشدار هاست برای اینکه بدانید مسئله مهدویت، زمان مهدی موعود، زمان غیبتش اینقدر خطیر و مهمه، به اضافه اونی که عرض کردیم. پس عمل انجام دادن فقط نیست، عملی که با معرفت باشه اونم هست. حالا انشالله یه مباحثی داریم در مورد همین، انشالله میرسیم بهش که در زمان غیبت چه بکنیم، چه جور باید انجام بدیم، وظایفمون چی هست، انشالله خواهیم رسید. بله، اگر آقای دستان مطلب خاصی ندارید که جنبندی استاد رو هم که من یک دل نوشته رو بخونم و تقاضا میکنم. بله، مهم بس کنید اگر بله. اسم این دوستان هم هست ما. بله هست اسمشون. یک باز دو بیتیه، چون دو بیتی ها بسیاره. نوشتن که ای طبیب زخم های بیقرار، ای قرار بیقراری ها بیا، کس نمی فهمد زبان زخم را، ای دوای زخم کاری ها بیا. دوست عزیزمون آقای مرتضی فتوحی‌نیا فرستادن پیام رو که ازشون تشکر میکنیم که بیننده برنامه ما هستن. ما ازشون تشکر میکنم. من در خدمت هستم. بله. اگر برای جنبندی در رابطه با معصومین بود که بله. داشتیم در یکی از مباحث که پیامبر اکرم در روز قدیر 4 بار نام امام زمان رو داخل خطبه قدیر آوردن. بله. بله ادامه بفرمایید. تشکر. بله. بله. وقتون هم حدود 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. عرض خدمت شما که من عرض کردم پیامبر در قالب احادیث ائمه 12 که حدود بیش از 270 حدیث، حدود 300 روایت داریم. بله. ائمه 12 اضافه بر اون در قالب 48 مضمون از پیامبر در مورد امام زمان روایت داریم. 48 مضمون، بینندگان دقت کنن، تو هر مضمونی ممکنه چند روایت باشه. مثلا داریم 30 حدیث توی مضمون در مورد معرفی سیره امام زمان، همه از پیامبر. ماشاءالله. 30 حدیث فقط همینه. در مورد بله حضرت عیسی پشت سر امام زمان نماز میخونه، از قول پیامبر 25 حدیث ما داریم در این رابطه، فقط همین. این است که روایات فراوانی هم آمده از پیامبر در 48 مضمون که اینا رو عرض کردیم. بخوایم حیف که زمان نیست اینا رو مفصل میشه بخونیم و لذت ببریم و لذت ببرن بینندگان که چقدر زیباست. اجمالا من 2-3 کتاب معرفی کنم، فکر میکنم خیلی جا داشته باشه. این خواهش منتخب الاثر که چاپ هم شده بارها، معجم احادیث الامام المهدی جلد 1 و 2. بله. که در این کتاب ها بیش از 550 حدیث که هر حدیث بعضن با مآخذ بسیار، با مدارک بسیار، بعضی روایات 100 مدرک داره تو این کتاب ها. یه روایت آمده بیش از 550 حدیث در مورد امام زمان. در این کتاب ها میتونن برن مراجعه کنن. کتاب العبقری الحسان مال مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی که الحمدلله اخیراً به چاپ های جدید هم مزین شده و زیبا هم چاپ شده. اینها عربیه بله، اینا همین سه تا که گفتم هر سه عربیه، ترجمه فارسی ندارن. شاید من فکر نمی کنم، شاید اخیراً تا جایی که من میدونستم ترجمه نشده. این بشاراتی بود از پیامبر ما از شیعه و عامه نقل شده در مورد مهدی ما و امام زمان. دیگه الباقی معصومین هم هستن، از امیرالمؤمنین هست، از حضرت زهرا هست. من عرض کنم از امیرالمؤمنین بیش از 120 حدیث در مورد امام زمان ما داریم. از حضرت زهرا حدود 7 حدیث، با توجه به اینکه خب زمانی نبود که حضرت زهرا بتونن بیان کنن روایات رو. از امام حسن مجتبی حدود 8 حدیث. البته اینا چیزهایی هست که ما رسیده، ممکنه بیشتر باشه. بله قطعا اینا چیزهایی هست که با تقیه، با اون جو اختناق نگیم مثلا امام مجتبی دقیقاً 8 حدیث در این رابطه فرمودن، شاید خیلی بیشتر بوده. بیشتر بوده و تا انقدر تونستن بفرمایند. بله. نمیشد بیشتر از این. از امام حسین سید الشهدا علیه السلام 9 حدیث. از امام سجاد بیش از 20 حدیث که چند تا دعا، چون امام سجاد معروفن به دعا و عبادت، چند دعا داریم از امام سجاد در این رابطه. از امام باقر 150 حدیث، چون احادیث ما اکثرا از امام باقر، امام صادق هست. از امام صادق بیش از 290 حدیث در مورد امام زمان داریم در مسائل مختلف. اغلب ائمه یا بگیم اکثرا و همه اومدن این مطلب رو بر ما حجت رو تمام بله کردن. بله بله، همون طبق سوالی که جناب دستان فرمودن
که واقعا چون زمان محدود منتها من اجازه گرفتم حدود 2 دقیقه دیگه ما ادامه بدیم. آمارا رو دیگه فقط امام رو آمارها رو بگم. از امام موسی بن جعفر 19 حدیث. بله. از امام رضا علیه السلام حدود 30 حدیث. امام جواد حدود 8 حدیث. امام هادی علیه السلام 10 حدیث. اینا آدرس های مفصل داره. بله. بسیار مفصل. از امام عسکری علیه السلام بیش از 40 حدیث با توجه به اینکه پدر امام زمان هستن طبعا بشارت ها زیاد. تا داخل همین جا هستیم سوال مطرح بشه که دشمنان اهل بیت هم معتقد به این مهدویت بودن. بله. یا به نوعی بگیم قطعا یقین داشتن. نوعی بگیم میترسیدن. احسن. دلیلش هم این هست که زمان امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام رو این دو بزرگوار رو در یک منطقه محصور کردن. محترمانه زندانی کردن. حال آدم دلش نمیاد بر معصوم جمله رو بگه. بله. بنابراین با اینکه دشمن بودن و عناد داشتن اما در این رابطه یقین داشتن. یقین داشتن. پس این یک مطلب یقینی هست. میخواد حالا طبق هر ادیانی باشه یقین داره که همچین شخصی. من میخوام بگم خواب رو از چشمشون گرفته بود. احسن. مسئله مهدویت. چون میدونستن خواهد. خیلی جالبه. با اینکه دشمنن اگر معرفت به حقم ندن اما یقین به ظهور یک شخصی داشتن. از خود امام زمان هم حتی توقیعاتی آمده، یعنی بشارت به خودشون حضرت فرمودن. تا میرسیم به اصحاب و دشمنان که سعسعت ابن سوهان در مورد امام زمان مطلبی داره، راهب نصرانی که در راه صفین مستبصر شد و شیعه شد او در مورد امام زمان فرموده، زید ابن علی ابن حسین معروف به زید شهید پسر امام سجاد در مورد امام زمان داره، عبدالله ابن ابی حزیل، تا دشمنان که به هر حال عمر ابن خطاب از امیر المومنین فرمود در مورد مهدی برام بگو و امیرالمومنین شروع کرد مطالبی رو خلیفه دوم. بله خلیفه دوم و وهب بن منبه و کعب الاحبار، تا میرسه به زمانهای بعد کسانی مثل نوستراداموس و این پیشگویی هایی که کردن، که میدونید در پیشگویی های نوستراداموس هم به نام مرد آسمانی اشاره شده که خواهد اومد. اینها خیلی 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 مختصر و آمارگونه از پیشگویی هایی بود که در مورد امام زمان آمده بود. تشکر میکنم. ما میبالیم بر خودمون که یه همچین آمارهای غنی داریم و یه همچین فرهنگ غنی. واقعا تشکر میکنم از محضر شما جمعای دستان. از شما تشکر میکنم. اگر خداحافظی چیزی ندارید با بینندگان عزیز مطلب خاصی که ندارید. اگه میشه سوالی من به ذهن خودم اومد. در واقع میشه بس مسئله مهدویت مورد سوال مردم زمان خود اهل بیت هم بوده که اونها رو وادار می‌شده که در مورد حضرت صحبت کنه. بله. بله فکر کنم تو همین پیشگویا اشاره شد به همین. بله. جناب آقای غلامی فرمودن دشمنان گاه ظاهرا از ما یقینشون بیشتر بوده ظاهرا مهدویت. مردم همینطور، یعنی انقدر واقعا عوام مردم من. بله عوام مردم انقدر، حالا اونهایی که اصلا از مرحله به قول عامیانش از مرحله پرتن که خب هیچ چی شاید درباره خدا هیچی ندونن. اونایی که یه سر رشته ای سر و سر یه مقداری از دین و مذهب چیزی میدونن، از عدالت چیزی میدونن، قطعا به گوششون خورده بود. چون عرض کردم مهدویت مسئله ای بود که از زمان حضرت آدم تاکید شده بود تا زمان حالا پیامبر. به نوعی فرمود هدف خلقت هست. هدف ما وقتمون خیلی کم هست. تشکر میکنم از شما و همچنین از جناب آقای دستان. شما در برنامه‌های بعد از محضر شما استفاده خواهیم کرد. تشکر میکنم از بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. به خود نیبالیم که در خدمت شما بودیم و انشاءالله که در برنامه های بعد ما رو از نگاه گرم خودتون محروم نفرمایید. گر در باغ بهشت را به روی ما بندند، گر در باغ بهشت را به روی ما بندند، یا علی گوییم و از دیوار میرویم. خدا یارو نگهدارتون باشه انشاءالله.